میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو با ما هستند. وقتتون بخیر جناب جاودانفر. ابتدا به گزارش وال استریت ژورنال بپردازیم. رهبران حماس در حال بررسی خروج دفتر سیاسیشون از قطر هستند و برخی اعضای کنگره آمریکا خواستار فشار دولت بایدن بر دولت قطر برای اخراج رهبران حماس. در ادامه به سفر اسماعیل هنیه به ترکیه و دیدار او با رجب طیب اردوغان اشاره کردیم. فکر می‌کنین حماس قرار دفتر سیاسیش رو به کجا منتقل کنه؟ حقیقتش این احتمالش وجود داره ترکیه، البته فقط من حدس گمان زنی هستش، ولی من حقیقتش رو به شما بگم دیگه واقعا به قول معروف جون به لب رسیده. الان همونطور که آقای برنز هم گفتش که الان چندین بار توصیه شده به حماس برای رسیدن به یک توافق، ولی هر دفعه الان دو بار یا سه بار سه تا توصیه اخیر شده، حماس همش رو رد کرده. دیگه الان هم دیگه واقعا باستی بگم دیگه الان دیگه صبر داره تموم میشه. آمریکایی‌ها هم دیگه به اون نتیجه رسیدن. ما در اسرائیل، من حقیقتش به شما بگم، ما حدودا 130 تا گروگان داشتیم. اخیرا از حماس خواستیم که 40 تا، فقط 40 تا اونها رو به ما بده. گفتش که ما 40 تا زنده نداریم به شما بدیم، ما نمیتونیم لیست 40 تا اسیر زنده با شما بدیم. چیکار کرده حماس با این اسرای ما؟ اولا خب برای همین نمیخواد که به یک توافقی برسه، چون احتمال زیاد همه اونها رو کشته و در اسرائیل هم صبر داره تموم میشه. من به عنوان منتقد آقای نتانیاهو سیاست های ایشون به شما میگم، الان اکثریت بیشتر مردم اسرائیل با حمله به رفح موافق هستن و امیدوارم البته باعثی مردم بیگانه از اون منطقه، مردم غیر نظامی باعثی تخلیه بشن، باعثی ملاحظات بشه، باعثی برنامه ریزی بشه، ولی دیگه واقعا جون به لب رسیده. همچین گروهی باهاش نمیشه به یک توافق رسید. ببینید حاضر بود چه بلایی سر مردم خودش بیاره. حالا در اسرائیل هم بیشتر مردم به این نتیجه رسیدن که گروگانهای ما رو کشته و نمیخواد کسایی هم که چند نفری هم که زنده موندن رو آزاد بکنه، چون هرچی توصیه اخیراً بهشون شده اونا همه رو حماس رد کرده. متأثر از همین شرایطی که شما بهش پرداختین، کاخ سفید اعلام کرده آمریکا و اسرائیل بر هدف قرار دادن و شکست حماس در رفح اشتراک دارن و اسرائیل هم وعده داده نگرانی های واشنگتن رو در نظر بگیره. با به نتیجه نرسیدن مذاکرات آتش بس چقدر احتمال حمله اسرائیل به رفح قوت گرفته؟ خیلی 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 قوت گرفته، ولی آقای نتانیاهو باید این ملاحظه بکنه، نه لجبازی با آمریکا، باید این ملاحظه بکنه، باید با آمریکا برنامه ریزی بکنن، بحثی برنامه های اسرائیل برای تخلیه مردم بیگناه از غزه رو با آمریکایی در اشتراک بذاره. ببینید یه مسئله دیگه هم هستش، چند دلیل هستش که اسرائیل بحثی به رفح حمله بکنه. بزرگترین دلیل این هستش که نیروهای حماس که در اونجا موندن بحثی نابود بشن. حالا این به خاطر این هستش که در آینده ما نمیخوایم به ما حمله بکنن، ولی یه دلیل مهم دیگه هم اینجا وجود داره. ما میخوایم در آینده ثبات باشه در غزه، با حماس در غزه ما ثبات نخواهیم دید. پس باید اونجا کی بره؟ سازمان آزادی بخش فلسطین. حماس متنفر از سازمان آزادی بخش فلسطین. اگر ما وارد رفح نشیم و نیروهای حماس تو اونجا موندن رو نابود نکنیم، فردا نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین وارد اونجا بشن، حماس تمام اونها رو میکشه. بله. واقعا اخیرا ما دیدیم دو نفر از نیروهای سازمان آزادی بخش فلسطین که رفته بودن اونجا برای توزیع کمک به مردم، حماس اونها رو کشت. پس اگر ما اگه واقعا دنبال ثبات هستیم برای آینده غزه، این یک دلیل دیگه هستش که باعثی به رفح حمله بشه، البته با ملاحظات برای مردم بیگناه غزه که خیلی کشیدن از این جنگی که حماس شروع کرد و متاسفانه خسارت‌هایی هم اونها دید، خیلی خسارت دیدن. سپاس از شما میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل از تل آویو.